سفر به نجات، مرسی که دعوت ما پذیرفتید تا به مخاطبین گروه هواداری اسکوئتو شغل در واقع مهمانداری رو معرفی کنید. اگه ممکن شما سلامتیکی و یه بیوگرافی خودتون معرفی کنید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده های عزیزتون. من نفیسه ابراهیم نژاد هستم، مهماندار اسبق شرکت هواپیمایی زاگروس، 33 سال سن دارم و در حال حاضر توی آموزشگاه هوانوردی صندوق بازنشستگی هما مشغول به تدریس دوره های مهمانداری هستم. در خصوص اهمیت شغل مهمانداری هم لطفاً توضیح بفرمایید. بله، خیلی هم عالی، سوال خیلی خوبیه، چون الان البته الان کمتر، قبلا مردم خیلی به این رشته فقط به چشم سرویس دهی به مردم، ارائه سرویس نوشیدنی و غذا نگاه می‌کردن، ولی الان با توجه به اینکه علم پیشرفت کرده، فناوری پیشرفت کرده و مردم دسترسی بیشتری دارن به اینترنت، به فضای مجازی و اینکه حالا سرچ کنن در مورد مشاغل مختلف، اصلا عناوین مختلف، دوست دارم تاکید کنم به اینکه عمده شغل مهماندارها در رابطه با سیفتی و ایمنی پرواز و مسافران. مسئولیت‌های شهر وظایفی یک مهماندار توضیح بفرمایید که یک مهماندار کلا چه کار می‌کنه و یه روز کاریش به چه شکلی شروع میشه تا تموم میشه. درسته. اول از همه اگه بخوام در مورد یک روز کاری مهماندار صحبت کنیم، این که اصلا نمیشه گفت ساعت کاری به چه شکلیه. ممکنه خیلی نصف شب با شروع تایم کاریشون باشه، ممکنه صبح خیلی زود باشه، ممکنه نیمه های روز باشه. این بی‌نظمی در ساعت کاری مهماندارها هست و اینکه مهماندارا چند ساعت زودتر از مسافرا توی هواپیما به همراه خلبانا حضور پیدا میکنن و پرواز رو برای حضور مسافرا آماده میکنن. از لحاظ اینکه حالا همه ما میدونیم که توی پروازها یک سری نوشیدنی و غذاهایی سرو میشه، حالا به لحاظ اینکه کیترینگ اون پرواز رو آماده کنن، از لحاظ اینکه سیفتی پرواز تضمین شده باشه، علاوه بر اینکه حالا هواپیما از نظر فنی توی سلامتی خودش به سر میبره، داخل کابین هم یک سری تجهیزات و یک سری آیتم هایی هستش که از نظر ایمنی باید توسط مهماندارها چک بشه و تایید بشه. علاوه بر اون، خب مهماندارا چک میکنن که حتما کابین از لحاظ نظافت توی شرایط اوکی باشه. البته این رو بد نیست بدونید که نظافت کابین بر عهده یک قسمت دیگری هست که مهماندارا فقط بر اون قسمت نظارت میکنن. از وظایف دیگه مهماندارا اگر بخوام صحبت کنم، بررسی عوامل و تجهیزات ایمنی داخل کابین هواپیما هستش، کمک به سوار شدن مسافرین خاص، مسافرینی که نیاز به کمک بیشتری دارن برای اینکه روی صندلیشون بنشینن و توجه ویژه‌ای احتیاج دارن، کمک به مسافرین عادی برای اینکه شماره صندلیشون رو پیدا کنن از روی کارت پروازشون و روی صندلی مناسب خودشون بنشینن، نمایش و اعلان موارد ایمنی داخل پرواز که هممون باهاش حتما اگر با هواپیما پرواز کرده باشیم حتما این قسمت رو دیدیم و شنیدیم، و خب در ادامه در طول پرواز ارائه سرویس غذا و نوشیدنی برای مسافره که اون هم خودش تحت شرایط خاص مثل ارتفاع و راه رفتن توی کابین که یه مقدار برای انسان‌های عادی میتونه سخت باشه، نیازمند یک مهارتی هستش. از قبل هم باید یک رزومه خوبی در رابطه با زبان انگلیسی داشته باشن. حالا اینکه بسته به اینکه توی چه کشوری دارن پرواز میکنن، علاوه بر اینکه به زبان اون کشور باید مسلط باشن، باید زبان برای پروازهای بین‌المللی به زبان انگلیسی، حداقل انگلیسی، حالا توی مراتب بعدی فرانسه، روسی، عربی، ترکی و زبان‌های دیگه
یک تسلط نسبی داشته باشن. این هم لازمه ارتباط برقرار کردن با ملیت‌های مختلف. خب اگر از مزیت‌های شغل مهمانداری بخوام خدمتتون عرض کنم، که اول از همه باید بگم که شما باید عاشق شغل مهمانداری و هوانوردی باشین و این عشق مثل هر عشق دیگه نیاز به این داره که شما یک اطلاعاتی در موردش داشته باشید، یک اطلاعات عمیقی این رو بشناسین، شغل مهمانداری رو بشناسین و بعد در موردش اقدام کنید، چون حالا علاوه بر مزیت‌هایی که داره سختی‌های کار بسیار زیادی هم داره و یک مقدار با تصورات فانتزی که هر شخصی میتونه از شغل مهمانداری داشته باشه یک مقدار فاصله داره. ولی از مزیت‌هاش میتونم بگم اینه که خب برای افرادی که یک شغل روتین رو نمیپسندن، اینکه دائما پشت یک میز بنشینن، شغل بسیار ایده‌آلی میتونه باشه. برای افرادی که قابلیت این رو دارن که تیم ورک داشته باشن، کار تیمی انجام بدن، شغل بسیار مفیدیه و میتونن توش موفق باشن. خب توی حالا موارد دیگه اینکه شما شهرهای مختلف رو سفر میکنید، توی مقاطع حالا موارد پروازهای بین المللی و اینترنشنال شما کشورهای متفاوتی رو حتما دیدن میکنید، سفر میکنید بهشون، خب این میتونه خیلی هیجان انگیز باشه و خیلی هم جالب باشه. با فرهنگ های مختلفی آشنا میشین، انسان های زیادی رو تو زندگیتون میبینید، خیلی میتونید درس های زیادی ازشون بگیرید و به نظر من یک جامعه خیلی خیلی وسیع و متعددی از ملیت ها، از فرهنگ ها میتونه باشه که حتی تو زندگی شخصی هم به شما میتونه کمک زیادی بکنه. این از مزایاش. اگر از معایبش بخوام بگم، خب ساعت کاری نامشخصش، این که شما نمیدونید اغلب چه ساعتی از خونه اگر خارج میشید چه ساعتی قراره برگردید، قطعا اون ساعتی که حالا توی برنامه‌تون زده شده شما برخواهید گشت خونه یا خیر، ممکنه تأخیر داشته باشید، ممکنه حالا یک سری اتفاقاتی بیفته که حالا یه مقدار پرواز شما رو طولانی تر کنه، ساعت کاری شما طولانی تر بشه. خب دوری از خانوادتون، دوری از منزلتون، خب ممکنه یه شرایطی پیش بیاد که شما پروازهایی داشته باشین که اقامت توی یک شهر یا کشور دیگه‌ای داشته باشید به صورت موقت، خب این میتونه برای بعضی از افراد آزاردهنده باشه، اون دلتنگیه. و اینکه از نظر سلامتی، از نظر جسمانی ممکنه زودتر از بقیه افراد دچار بیماری بشید، مثل بیماری هایی مثل سنگ کلیه، افرادی که حالا مثل مهماندارا، مثل خلبان ها که توی ایویشن یا هوانوردی فعالیت دارن زودتر از بقیه افراد به سنگ کلیه دچار میشن، اونم به خاطر اینه که توی ارتفاع آب زیادی رو از دست میده بدن. و خب دردهای عضلانی، دردهایی که به گوش و سینوس ها مربوط میشه، اینها خب مهماندارها و خلبانها زودتر از بقیه افراد بهش دچار میشن. شاید یکی از اصلی ترین معایبش میتونم بگم که حالا رفته رفته مهماندارایی که سابقه بیشتری دارن باهاش درگیر میشن اینه که دریافت نکردن مبالغی برای اضافه کاری یا اینکه شما سختی کار بهتون تعلق بگیره یا خیر، اینکه شما روزهای تعطیل مجبور هستین سر کار باشین، تایم شب، شیفت شب سر کار باشین و ممکنه هیچ مزیت از نظر هزینه‌ای، از نظر درآمدی نداشته باشین نسبت به شغلای دیگه، و تأخیرهای طولانی که توی بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تأخیرهای پروازی رو جزء دیوتی و وظایف مهماندار از نظر درآمد در نظر نمی‌گیرن. این چیزیه که خیلی از مردم فکر می‌کنن که تعلق می‌گیره به مهماندارها، ولی خب ازش خبر ندارن که مهماندارها همونقدر دارن رنج می‌برن.
بفرمایید به مخاطبین اسکایت بفرمایید که کجا باید برن تحصیل کنن برای رشته مهمانداری و چه دوره هایی رو میگذرن. گذروندن دوره های مهمانداری هواپیما توی آموزشگاه های آزاد هوانوردی، مثل همین آموزشگاهی که ما حضور داریم، آموزشگاه های زیادی تر سطح کشور وجود دارن، ولی باید مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری باشن. اگر بخوام در مورد آموزشگاه های آزاد و حالا دوره های آموزشیش صحبت کنم، که دوره آموزشی معمولا بین 8 تا 9 ماه به صورت فشرده هستش. توی این دوره مهماندارا علاوه بر این که در مورد ایمنی و سیفتی و عمل کردی که تو شرایط اضطراری باید داشته باشن برای حفظ جون مسافری، در مورد فرست اید یا همون کمک های اولیه آموزش میبینن در رابطه با مسافرینی که در طول پرواز از نظر جسمانی یا فیزیکی نیاز به کمک دارن. درست مهماندارها پرستار یا پزشک نیستند، ولی یک سری دوره های کمک های اولیه میبینن تا توی شرایطی که مسافر توی ارتفاع قرار میگیره و ممکنه از نظر فیزیکی دچار مشکل بشه به خاطر بیماری که از قبل داشته و یا استرس یا هر موضوع دیگه‌ای، بتونن به مسافر کمک کنن. حتی یک مهماندار باید قابلیت این رو داشته باشه، انقدر خوب آموزش دیده باشه که بتونه یک مسافری رو که علائم حیاتی خودش رو از دست داده احیا کنه. و از اون گذشته، حالا توی شرایط خاص‌تر، توی مواردی که هواپیما یک شرط اضطراری واسش پیش میاد و توی یک جایی غیر شهری هست هواپیما، حالا دچار کرش شده یا توی روی آب حتی فرود اضطراری انجام داده، یک مهماندار باید انقدر توانمند باشه و مهارت دیده باشه که بتونه توی اون شرایط هم مدیریت کنه و جون انسانها رو تا اونجایی که میشه نجات بده، که ما بهش میگیم مبحث سروایول یا بقا.